خب بگو دیگه دستکاری نکنه، از همینجا بس شد. الان بس شد، من دارم تعدادی که دارن میان بالا رو دارم نگاه میکنم. رو لپتاپ اصلا دستکاری نکنید، الان درست شد. آره هیچ مشکلی هم نیست آقا، وضع شد الان 200 خورده آنلاین شدن. اوکیه، دست به گیرنده هاتون نزنید لطفا، بذارید ما کارمون رو شروع بکنیم. خب بذارید من اول صادق رو بیارم بالا، برنامه رو بخوایم جنگی شروع کنیم. آقای صادق خان درود خدمت آقا پیمان عزیز و همه عزیزانی که الان دارن ما رو میبینن. من یه خود نورم دستکاری شد، ببخشید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. آقا چقدر فضا عوض شده، یه مدت تو اینستا نبودیم، این اینستا یه مدت قطع بود. ما امروز آمدیم اینجا، به ما یه دونه چای دادن، بعد گفتن احتمالاً چون اینستاگرام کلاً جهانی قطعه ما امروز برنامه نخواهیم داشت. بنده خودم رو آماده کردم که امشب دیگه خلاصه بدم دنبال زندگی. در آخرین لحظات به ما گفتن که نه، وضع شد و الان دیگه همه چیز اوکیه، هیچ مشکلی نیست، آماده بشید برای برنامه. باور نمیشه همین الان در آخرین لحظات همه با هم وضع شد. خب حالا من نمیدونم تو ایران بچه ها کی بس شدن، چجوریه داستان و اینها، ولی ما الان همه چیز ما یهو با هم کامنت نمیاد. چه کامنت نمیاد؟ جالبه الان کلی کامنت داره برای من میاد. همه عزیزانی بیننده هم دارن می‌نویسن درود. بذار من سلام علیکی داشته باشم با بینندگان عزیز. خوشمتن خب. کامنت بالا نمیاد، جالبه. من سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما بینندگان عزیز، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. خیلی مخلصیم، به قول صادق یه چند ساعتی نبودیم. اون مهران غفوریان بود تو یه فیلم بازی کرده بود، یک ساعت اینو بازداشت کردن تو کلانتری، بعد اومد بیرون به رفیقش میگفت که واو تهران چقدر عوض شده. میگفت چطور؟ میگفت من اون تو بودم، از بیرون خبر نداشتم. میگفت مشنگ تو یک ساعت فقط تو بازداشت بودی، دنبال چی هستی تو؟ الانم داستان شده این، یه چند ساعتی اینترنت قطع، اینترنت که نه، اینستاگرام قطع و فیسبوک، ولی بازم ما باید بگیم دم تلگرام گرم. میبینی؟ آره خدا وکیلی، یوتیوب میره، اینستاگرام میره، به قول بعضی ها اینا همه رفتنی، همه رفتنیه. علی میمونه با حوزش دقیقا، ولی تلگرام میمونه، تلگرام همیشه موندگاره. به خاطر همینه که ما همیشه تلگرام رو حفظ میکنیم و تمام برنامه ها و داستان هامون رو اونجا داریم. خب امیدوارم که خیلی خوب و خوش و سلامت باشید. زحمت بکشید به دیگر دوستان هم اطلاع بدید که اینستاگرام راه افتاده. خیلی سوال پرسیدم، البته من دیدم که هم صادق و بچه های ما تو تلگرام و جاهای دیگه پیام گذاشتن که بله این قطعی جهانیه، ولی ته ساعتی آینده وصل میشه، که خوشبختانه وضع شد. ما الان در خدمت شما هستیم، هیچ جا نرید. امشب یه عالمه خبر از چه میدونم اسرائیل و آمریکا و ایران و انتخابات و روزنامه‌های داخلی کشور امروز زدن به سیم آخر. فکر کنم از فردا دادستانی اقامه دعوی بکنه، همه‌شون رو، سردبیرها رو بازداشت کنن، چون همه‌شون یه اعتراف بزرگ کردن. اعتراف معنادار اینها وقتی بود که دیدی که علی خالیبند امروز برداشتن آوردن، ولی یکی از بچه های ما دوستان رشته پزشکی داره میخونه و عرضم به حضور شما، حالا تخصص رو نمیگیم چی و اینها، امروز ایشون تجزیه و تحلیل کرد کلن این هیکل جناح های خامنه ای رو، صورتش رو، این که میگفت لبش رو دائما تر میکرد با زبون خودش، اینها میگه از نظر پزشکی یه معنای خاصی داره، قراره برای ما نوشتن. من میخوام اینجا از رو بخونم به شما بگم امروز خامنه ای رو با چه وضعیتی برداشتن آوردن. پس اون خبرهایی رو که ما شنیده بودیم دروغ نبود، خیلی راست بود. اوضاع و احوال ایشون، حالا خیلی ببخشید عذر میخوام، یکی میگفت که از یه جا بهش یه تیری فرو کرده بودن که یه جا بتونه وایسه، یه دستبیلشون، البته دستبیل و همراه لام مهتابی انداخته بودن که یه خود نورانی هم بشه. اتفاقا رو صورت بچه های امشب صحبت کرد که حتما لام مهتابی بود با شما
خواهیم بود. فقط زحمت بکشید اینکه به دیگر دوستان هم بگید تشریف بیارن، ما در خدمتون هستیم. بخوایم برنامه رو امشب شروع بکنیم. صادق تو هم یکم صحبت بکن با بیننده ها، بعد بریم اگر شد برنامه رو شروع بکنیم. منم که اول برنامه سلام عرض ادب گفتم، همچنان درگیر این کامنت ها هم که اصلا کامنت ها واسه من نمیاد. تو کامنت ها یکی نوشته جون مادرت کامنت ها رو ببندید، ما برنامه رو داریم. آره بس کامنت ها بس ببند، که چون من اصلا کامنت ها رو نمیبینم، فقط قلب های قرمز. چون شما نمیبینید کامنت ها رو ببندیم یا نه؟ چون مردم منقطع میبینن. نه دیگه، خب نت هم که امروز ضعیف، نگاه کن 980 نفرن. خب ما دیشب الان میام فور میشن عزیز من، نگران اون نبود. چیکار کردی؟ من پات از تیم برداشتی؟ نه. آره پات بچه ها میکنم با تیم مشنوسی. آقا رضا جان این پات از تیم بردار. ای خدا من صد بار گفتم. خب تموم شد. بذار کامنت ها بذار بمونه. مردم بعدن رد میکنیم، بعدن کامنت ها رو بعدن میبندیم. برحال شما اخبارتون بندیم یا نه بمونه کامنت ها؟ کامنت ها هم میگه ببندیم. نه ببندیم. راست میگه نت ضعیفه. چون تازه هم اینستا وضع شده. اینستا حدوداً دو ساعتی قطع بود، اینستا و فیسبوک جهانی قطع بود. دوستان نگاه کنید، پیمانم حرف خوبی زد، حتما تو تلگرام من و پیمان عضو بشید. به اینستا واقعا زیاد اعتباری نیست. تلگرام رو نگاه کنید، سال هاست تلگرام همون تلگرام هست و تمام اخبار مرتبط به ایران هم پیمان بهبودی از تو تلگرام میذاشت. حالا ما به اصرار ما اومد تو اینستا، ولی همچنان توی تلگرام فعالیتش بیشتره. حتما تلگرام رادیو گیلان، حالا اگر تلگرام منم توی بیوی پیجم هستش، تو اونم میتونید بالاخره داشته باشید. حتما تلگرام داشته باشید، چون تلگرام قطع شده اینستش. پیمان بریم سر وقت اخبار تا من چند سوالم ازت بپرسم در مورد کاشت نهال زیتون آقای علی آقا. نگاه همین الان در مورد کاشت نهالش گفتی، حالا ما بعد بحث دیگه‌ش رو خواهیم داشت. همین کاشت نهالش رو داشته باش. این از وقتی که آمد این سنت زشت و خودش پا گذاشت. نگاه مردم که از دیرباز از 2500 سال قبل این کار رو انجام میدادن، این آمد یه جوری مال خود کرد این قضیه رو. یعنی گفتن که علی چولاق باید حتما این کارو بکنه، بعد از اون مردم این کارو. از زمانی که علی چولاق این کارو کرد، خارمادر جنگل های ما، مخصوصا جنگل های هیرکانی، دیگه الان داریم میبینی چه بلایی سرش آمده. این از وقتی که این آمدی بدعت بدو گذاشت، یعنی واقعا دستش تلسم شده است، واقعا این فرزند شیطان بر روی زمینه. به محض اینکه این کار رو کرد، خوشسالی کل کشور ما رو در بر گرفت. خب حالا امروز این داشت این کار رو میکرد، خیلی جالب بود. من با بچه های اصفهان داشتم صحبت میکردم، میگفت ما به زودی یه گرده همایی کشاورزا، به زودی یه گرده همایی بسیار بزرگی داریم و اونجا نشون خواهیم داد که چند مرده حلاجیم ما. یعنی یه تصمیم بدی برای این حکومت گرفتن کشاورزا. من داشتم همینجور باشن صحبت میکردم، در مورد این بحث نهالکاری اینو داشت خبر واید شبکه خبر نشون میداد، بعد دیدم 3-4 در این کشاورزا فوش میدن. بعد به این دوستم گفتم که چیه این، پدران شما ظاهرا خیلی عصبانیه. گفت که نه اینجا نشستم میگم وای این امسال هم نهال کاش، یعنی اینکه خوشسالی کل کشور رو در بر بگیره. نگاه کن مردم چقدر به این شیاطین بدبین شدن، چقدر به این جمهوری اسلامی. البته بدبینی هم داره، خب دیگه اینها واقعا تلسم کردن کل مملکت ما رو. هر جایی که میاد، حالا این چند وقت دیگه قرار بلند شه بیاد دوباره نام سال رو، امیدوارم تا اون موقع غالب تویی بکنه و به درک واصل بشه. ولی هر باری که دیدی هر سالی آمده گفته امسال سال مثلا پشم نخود، پشم نخود کلن نایاب شده، نمیدونم سال صنعت و فلان و بسا، خارمادر صنعت یک سره شده. یا آمده در مورد هر موضوعی که آمده صحبت کرده، خلاصه دهن صاحب بچه رو سلب داده. ولی خدایی بذار روز درختکاری یه چند تا درخت بکاره دیگه. خاطر منم شده یه دونه از اون نهالا، به خاطر من بود دیگه، میدونستی که چون امروز تولد توی آقا زاده، تولد شما مبارک، زاد روز شما مبارک باشه. به خاطر همین انشاءالله که همیشه سلامت باشی، انشاءالله که در کنار فرزندان گل گلاب همیشه پایدار باشی، سایه تو رو سر
اون عزیزانت باشه. خیلی خوشحالم امروز، اوکی. البته من یکی دو بار به تبریک بله گفتم، اون این بار بله چندم بله دارم میگم. بله به هر حال یک روز درختکاری دیگه، خلاصه به هر حال یک زاد روزت رو به تبریک میگم. اما بریم سر اصل مطلب. صادق، امروز اکثر خبرگزاری ها و روزنامه هایی که یه جورایی حالا با حکومت از یه ذره ازش جدان و زیر نظر سپاه و پپا و اینا نیستن، مثل اعتماد و مثل نمیدونم خبر آنلاین و مثل خبرهای فوری و فلان و اینا، زده بودن به دشت کربلا و واقعا این انتخابات رو کاملا زیر سوال بردن و اعتراف کردن که اصلا اوضاع خیلی بیریخ بود. الان جلوی چشم من یکی از اعضای شورای شهر تهران برگشته گفته مشارکت در تهران عدد قابل قبولی نبود، اعتراف کرده. خب نوشته میزان مشارکت تهران و البرز باعث کاهش سرجم میزان مشارکت شد. خب یعنی آمده اعتراف کرده که آقا بس خراب بود. حالا در کنار این خیلی های دیگه هم امروز آمدن در مورد صحبت که مثلا این فلاحت پیشه که رئیس کمیسیون امنیت ملی بود، چند دوره نماینده مجلس بود و اینها، اینم آمد امروز بست خیلی هم حسابی گیر داد، برگشت گفت این چه مسخره بازیه، این چه اوضاع و احوالیه، شما کاری کردید که مردم دیگه با صندوق ها قهر کردن دیگه نمیان، باید کاری بکنیم دوباره بیان، شما هر کاری بکنید مردم دیگه نمیان، بدعت گذاشته شد. تا سرنگونی رژیم جنایتکار آخوندی و آمدن این دوران گذار و حکومت جدید که مردم باید بیان پای صندوق‌های رأی و انتخاب بکنن، حالا پادشاهی میخوان، جمهوری میخوان، چی میخوان، دیگه مردم پای صندوق‌های رأی نمیان که آب تو آسیاب شما حرامزاده ها بریزن. فلاحت پیشه میوه نیامدن مردم پای صندوق‌های رأی را چیدن. اگر دولت به دنبال جلب نظر مثبت مردم باشد با افراطیون مجلس آتی دچار مشکل می‌شود. حشمت الله فلاحت پیشه گفت اتفاقا یکی از دلایل کاهش مشارکت مردم در انتخابات ناکارآمدی‌های اقتصادی بود که در گذشته دیده بودند. این واقعیتی است که شکل گرفته و معتقدم به محض اینکه این افراد وارد مجلس شوند سعی خواهند کرد برای حفظ طرفداران خود در انتخاب ریاست جمهوری آینده افراطی تر عمل کنند. این گروه میوه پراکنده کردن مردم از پای صندوق‌های رأی را دیدند و در نتیجه باز هم خوشحال خواهند شد اگر انتخابات آینده نیز با حضور یک اقلیت شکل بگیرد و بتوانند با حفظ یک فضای افراطی در آینده حتی در قوه مجریه نیز به تاخت و تاز خود ادامه دهند. اینا میگن که این افرادی که الان اومدن واقعا این اراذل لوباشی که الان اومدن برای تبیید مجلس، این 14 تای اولی که حالا تو تهران فقط انتخاب شده، جای دیگر ما کار نداریم، این 14 نفری که همین الان انتخاب شدن، دیشب هم اسمشون رو بردیم، مثل همین رسایی یا کیو کیو این نوویان و اینها، میگن اینا همه اراذل لوباش اون مرد مصباح یزدی بودن. میدونی که اصلا خط فکر مصباح یزدی یک خط فکر واقعا افراطی و تندرو بود، خب که حتی اون موقع خمینی لعنت الله هم میگفت که مصباح یزدی برای این آش خیلی شوره، خب یعنی خیلی دیگه هر جا میره شورش رو در میاره. خود مصباح یزدی اعتقاد داشت که اصلا رهبر رو اول خدا انتخاب میکنه بعد اینو ولش میکنه تو بین مردم، ما خبرگان میریم اونو پیداش میکنیم. دیگه چه گاوی بوده اون، گوش میدید یه همچین نظریه مثلا در عصر اطلاعات و ارتباطات و عصر نمیدونم مرده موشک میندازه فضا، اینا قراره چند وقت دیگه برن نمیدونم به کره ماه و دوباره برگردن بیان، ما هنوز دنبال رهبر و چوپان و اینجور داستان ها هستیم. که اینجا بود جناب آقای فلاحت پیشه برگشت گفت این اراذل اوباشی که الان اومدن تو مجلس واقعا یک مشت آدم‌های افراطی مغز پوکیده و گوزیده، اینها از این به بعد میخوان برای ما در مجلس بخوان کاری بکنن. اونایی که هیچ پخی نبودن حکم اعدام بچه‌های ما رو صادر کردن، چه برسه حالا به اینهایی که افراطی هستند و آمدن. ببینیم همونا غر کردن که آقا نرفتن مجلس. جالب قضیه تا دو ماه هنوز بالاخره توی مجلس باید برن کارشون رو انجام بدن. تا 6 ماه تا خرداد فکر میکنم ها، یا نه تا عوض بشن 6 ماه میگذره، یعنی 6 ماه حقوق و مزارع. تو به قول تو تا 6 ماه نماینده یه شهری هن بعد غر کردن میگه ما نمیریم.
آقا اعتمادم گزارش خوبی زد امروز، نوشته یاران مصباح یزدی مجلس را قبضه کردن، پایان عصر جمهوری اسلامی و آغاز دوران حاکمیت اسلامی. خیلی حرفا. حالا اون مرده آمده میگه اینا دوره بعد هم میخوان ریاست جمهوری دوره بعد و کلن جمهوری اسلامی باید به خواب ببینه. اینا به زودی سرنگونیشون انقریب صورت میگیره. روزنامه اعتماد نوشت بسیاری از چهره‌های سیاسی با اشاره به دیدگاه‌های خاص آیت الله مصباح در خصوص تزیینی دانستن رأی مردم، افزایش رد صلاحیت ها، تکیه مصباحیون در رأس نهادهای تصمیم ساز و کم توجهی به مطالبات مردم را به معنای پایان عصر جمهوری اسلامی و ورود به دوران حاکمیت اسلامی قلمداد می‌کنند. در کشاکش این تحولات و این آیند و روندها باید دید سرانجام تغییرات برآمده از این انتخابات چه سرنوشتی را برای عرصه سیاسی و عمومی ایران رقم میزند. آیا افراط‌گرایی دست راستی موفق میشود به ایده حکومت اسلامی جامعه عمل بپوشاند، یا اصلاح طلبان و طرفداران جامعه مدنی جمهوری اسلامی را از گزنها؟ بابا اصلاح طلب کیلو چنده پا ولش کنی، چی داری میگه؟ داری جوک میگه؟ اصلاح طلب چیه؟ مردم از همه شما عبور کردن، اصحال طلبتون همون اصحال طلبتون، شما هم همه تون از یه تخم و تیر و طایفه هستید، همه تون کثافتید، مردم اصلا شما رو به تخم خودشون حساب نمیگرن. حالا اعتماد خب حضرتی هم اصلاح طلبه دیگه. و آخه اینا میخوان برن چه غلطی بکنن؟ حالا اصلا باشه، طرز تفکر مصباح یزدی از این به بعد قرار در اون طبیله مجلس اجرایی بشه. شما وقتی با 6% رأی بلند شدید رفتید، بعد خجالت بکشید از خودتون. نفر اولتون که نبویان، نفر اول که رأی باطله بوده، نفر دومتون که نبویان بوده، حتی رأیی که الان نفر اول آورده تو تهران، رأی آخر نفر دوره قبلتون نبود. یعنی باید سر بذارید بمیرید. ولی این جالبه که من دارم نگاه میکنم کل روزنامه ها امروز عرضم به حضور شما در خصوص کم توجهی مردم، اصلا بی توجهی مردم به صندوق ها بوده و گفتن واقعا اوضاع خیلی قارش میشه، اینجوری بگذره ما به زودی سرنگونیم. نفر اول انتخابات تهران نماینده 6 درصد مردم است. اینجا نوشته در برگه های رأی به جای نام کاندیداها قیمت کالاها را نوشتن. مسئولان معنی این کارها را درک میکنن؟ نه. مسئول کیه؟ مثلا رئیس دولت یه خره به نام این 6 کلاس بی سواد به نام رئیسی، این چی درکی داره؟ چه درکی داره اصلا؟ 6 کلاس سواد داره. روزنامه جمهوری اسلامی نوشت، روزنامه جمهوری اسلامی نوشت راهیابی فقط 14 نفر در مرحله اول انتخابات به مجلس و کشیده شدن انتخابات به مرحله دوم برای مشخص شدن 16 نفر دیگر، نشان دهنده مشکلاتی است که مردم در انتخاب افراد مطلوب خود دارند و به همین دلیل برگاه‌های رأی را نتوانستند پر کنند، اصلا شرکت نکردند تا رأی رو پر بکنن. اونایی هم که شما اجبار کردید مثل نظامی ها، نیروی انتظامی، ارتش و سرباز و فلان، اینا دیدید که اون تو دیگه از نخود و لوبیا و کشمش و حلوا شکری نوشتن تا به بالا، یعنی اصلا همین کاندیداهای شما رو به تخم خودشون حساب نکردن. این 6 درصد رأی هم شما حرامزاده هایی هستید که سر سفره علی خامنه ای از جیب مردم دارید میخورید. شما همون آدمکش هایی هستید که کف خیابون جوان های ما رو کشتید و بعد جایزه به شما سفر این بازی های آسیایی قطر رو دادن که رفتید اونجا تو هتل چه فجایعی به بار آوردید، فقط دیگه خارمادر خودتون رو جابجا نکردید، دیگه از گارسون و پارسون و اون خانومی که میاد صبح روفرش میگن رو ملفه ای و اینا رو تمیز میکنه اونم یقه گرفته بودید. شما نطفه حرام هستید، چون همتون یک مادر دارید 40 پدر، حرامزاده اید. حالا 6 درصد آمدید رأی دادید، فکر کردید میتونید با این 6 درصد مملکت رو مال خود بکنید. بعد از سال جدید بنده اینجا هستم در خدمت شما، در مورد این موضوع با شما صحبت خواهم کرد. شما هنوز جای سخت، خیلی ببخشید عذر میخوام، شما هنوز در جای سخت نشاشیدی. اینو سال دیگه من خدمت، سال دیگه میگم یعنی 20 روز دیگه، یک ماه دیگه است، نه سال دیگه منظور یک سال نیست، این سال جدید من به شما داستان رو خواهم گفت. خاک بر سر شما که دلار امروز دوباره از 61,000 تومان رفته 62,000.
این نشون میده که شما دیگه این ابزار مملکت و مملکت و حکومت و دولت و همه چیز رو از دست دادید، هیچ غلطی هم نمیتونید بکنید، خزانتون هم خالیه. امروز من با یکی از بچه‌هایی که تو اداره کل چاپ اسکناس و فلان و بانک مرکزی بود صحبت میکنم، میگه آقا یا سال دیگه ما باید دوباره پول بدون پشتوانه چاپ بکنیم، که تازگی الان یکی دو ماه بود جلوشو گرفته بودن، اینها سال دیگه اصلا پول ندارن حقوق کارمندا و کارگرا و بازنشسته ها و اینها رو بدن، یا باید برای اینها پول چاپ بکنیم یا باید کتل رو برداریم بریم تعزیه برای اینها تنبک بزنیم. حالا سال دیگه شما رو هم خواهیم دید. خسرو پناه، سند الوسه ایرانی اسلامی آماده ارائه به شورای عالی انقلاب فرهنگی شد. آدم اینا رو باید بگیره از کون به دار بزنه. میدونی؟ شما لیاقت و شرف این رو نداری شب عیدی یه میوهی، یه دونه مرغی، یه جوجهی، یه کفشی، کلاهی برای مردم به سهولت، نمیگیم مجانی، تو سرتون بخوره، با قیمت مناسب در اختیارشون بذارید. امروز یکی برای من فیلم فرستاده بود از در دیوار شهر، آدم خجالت میکشید، نوشته بود آجیل با چک 6 ماهه، کت و شلوار با چک 12 ماهه الی 2 ساله، نمیدونم خرید کفش از دم قز. آخه بر پدرتون لعنت، آخه بی پدرها، شمایی که میگید ما 45 سال با نمیدونم حکومت ما حکومت اسلامی بوده، امام زمان پشت ابرا ما رو نگاه میکرده، خدا از زبان ما حرف میزده، این غلطکاری بود که شما تو خروجیتون انجام دادید. نگاه بکنید. بعد من امروز یه فیلمی رو داشتم نگاه میکردم، تو دبی تو یه خیابونی آمدن نمیدونم تصادف شد چی شد، زدن تیر چراغ برق، نمیدونم برق اون منطقه برای چند ساعت قطع شد صادق، برای چند ساعت. در جا رئیس اداره برق دستور داد برای تک تک خونه ها از این کنترل با ماشین بردن، یعنی کنترل با ماشین جلوی در گذاشتن، روش کنترل آویزون بود، برقا رو وصل کردن اونجا. بعد اداره برق دستور داد برای همه اینها آخه خیلی داستانه، اعراب کجا ایران کجا؟ یادته که تو جشن 2500 ساله روح شاد شاهنشاه اینا رو سوار وانت کرده بود، اینجوری کیلویی گله‌ای اینا رو برداشته بود برده بود، میگفت شما ارزش اینه ندارید که بیان تو جشن ما اینجوری کلاس ما رو بیارید پایین، گله‌ای اینا رو برده بود. بعد نگاه ببین ما به کجا رسیدیم، باید بریم آجیل و پسته رو که یه جور فرهنگ ما بوده، تو فرهنگ ما، تو سنت ما بوده، الان باید بریم با چک 6 ماهه خریداری بکنیم. خاک بر سرتون بکنم حکومت کثیف و آشغالی. امروز اومدن این برق رو گذاشتن برای هر کدوم از این خونه ها. بعد جالب زنه داشت میگفت که نمیدونم خدا حاکم دبی رو نگه داره، امارات رو حفظ بکنه فلان. از ساعتی که برق رفته گفته خانوما اجازه ندارن نه ظرف بشورن نه خونه غذا درست کنن نه فلان، هم پکیج کامل صبحانه براشون برده بودن، هم پکیج کامل نهار برده بودن، هم پکیج کامل شام براشون برده بودن، داخل پاکت هم پول گذاشته بودن، یعنی اینا رو شندر بندر کرده بودن. حالا تو کشور ما برق میره، تو تا خبردار میشی جیبتو زدن، تا خبردار میشی از دیوار اومدن بالا وسایلتو دزدیدن. آخه بعد پدرتون لعنت، شما چی جور حکومت اسلامی هستید که به قول خودتون بعد حرام زاده ها این شب عید نمیتونید اینا رو فراهم بکنید؟ این مرده اسکل که تو شورای عالی انقلاب فرهنگی مردم ایران بشاشن به شورای انقلاب فرهنگی شما، که شما 45 سال از جیب مردم دارید بودجه میگیرید برای این شورای پشمکی شما، روز به روزم دارید جفنگیات میگه. نگاه یه طرحی زدن میخوان از سال جدید به مردم بگن شما چی بپوشید چی نپوشید، دیگه دارن گوه اضافه میخورن صادق، جدی دارم میگم، از اون بالا اون علی چلاغ بیناموس گرفته تا این پایینشون، اینها رو واقعا بس سیخ فرو کرد. میدونی اینها دارن ملت و اصلا آقا اینا اون کی بود؟ فخرآور بود یه کتابی نوشته بود میگفت علی خامنه ای جاسوس نمیدونم روسیه است. و واقعا اینها انگار تو این 45 سال دستور داشتن خارمادر کشور ما رو صلوات بدن، ما رو 450 سال ببرن به عهد دقیانوس، و الان هم واقعا دارن این کار میکنن. اصلا نگاه طرز تفکرشون رو نگاه، تو میخوای بری استخدام مثلا دولت بشی اینجا تو این اروپا، میخوای بری استخدام بشی صادق، بهت میدونی چی میگه؟ میگه یه لبنس لایف، یه دونه از اینا بیار رزومت رو بردار بیار، خب
یه دونه هم برو اداره پلیس عدم سوء پیشینه بیار که آدم نکشته باشی، دزدی نکرده باشی، همین. ولی ما، من آمدم برم کارمند صدا و سیما بشم، اونجا 6 بار گزینش شدم. مسترا با چه؟ حالا کفن اونجا نپرسیدن از من، مجلس از من کفن رو پرسید چند تیکه است، برای زنا چجوریه، برای مردا چجوریه. من صدا و سیما رفتم، مرده به من میگه، من فکرم با من داره میلاسه، به من میگه تو با کدوم پا باید بری تو مسترا؟ میگفتم آه کسی که غذا زیاد میخوره میخواد بره اونجا خالی بکنه دیگه با کدوم پا نیست که، برای عجله داره، حالا هر کدوم پا داد میره. گفت نه این برای خودش داستان شرعیات با کونم رفت تو دستی. اصلا بعضی ها نمیرسن، فشار میاد اصلا دیگه با پا نمیرن، با سر میرن. گوش میدی این جفنگیات و این خزعبلات و این مزخرفات و بعد میامدن میرفتن تو محلت ازت میپرسیدن آقا این میاد اینجا نماز شرکت میکنه بی ناموز، یا من باید بیام تو اداره کار بکنم یا از صبح داشتم باید برم پشت این آخوند کونی بایستم پیش نماز ما نماز بخونم، من به کدوم کار برسم؟ بعد میای تو گزینش، همه اینها رو گزینش میکنم، میگن آره رفتی مسجد محل، میگن که تو در سن 12 سالگی به دختر همسایه توی چشمک زدی، دیگه استخدام نمیشی، شرمنده، برو رد شدی. بعد میری پیگیری میکنی، میگه همین گزینش چیه، بی ناموز خواهر خانوم خودش رو چون زن شب جمعه 2 بار بیشتر بهش خلاصه ماچ و موش بیشتر داده، زن خواهر اونو برداشته برده استخدام کرده به جای تو. بعد تو هر جا میری آه چرا گزینش قبول نشدی؟ ایچی بالا به ما گفتن در 12 سالگی یه خوشکلاسی با دختر محله زدی. اوه این جزو نمیدونم کارهای غیر شرعی فلان، ما هم تو رو استخدام نمی کنیم. اگر تو 12 سالگی کار بدی کرده باشه، مثلا فال پشت اگه بخواد بره، اونا کن گزینش میشن. ساده اینها خودشون میدونی که ورودی امتحانه طلبگی، یک دست باید ببخشید عذر میخوام اول بدی، یک دست هم باید لعنت خدا چه الان بالبال دارم میزنم بچه دارم بالبال حالا اینا نه حواسشون جای دیگه است، گوش بدی حالا حواسشون جمع شد. خب بگذاریم، نگاه اینو میخواستم بگم، خسروخنا سند البسه ایرانی اسلامی آماده ارائه به شورای عالی انقلاب فرهنگی شد، مثل همون روپوشای آوردن خفاشی بود. آخه بی ناموسا، شما دخترای با شرف ایران رو، زنان ایرانی رو چی فرض کردید؟ حرامزاده ها تمام دنیا دیگه به چه میدونم جایی رسیدن که اختیار رو دادن دست خود مردم، مدیریت رو دادن دست خود مردم، فکر و ایده و همه رو دادن دست مردم. شما تازه بعد از 45 سال گوهکاری تو کشور آمدید، ایده رو که ازشون گرفتید الان هم نوشتید خسروپنا دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور، سند البسه ایرانی اسلامی با همکاری شورای فرهنگ و... نگاه فقط شورا دارن، هر شورا میلیاردها تومان صادق از جیب مردم بیچاره اینها بر میدارن بودجه میگیرن. نگاه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی میگه که با همکاری شورای فرهنگ عمومی هر کدوم هر کدوم مدیر کل داره، هر کدوم رئیس سازمان داره، 2000 آخوند و آخوندزاده و آخوند ریده اونجا کارمندن، همشون هم رسمیان. بعد بچه من بلند میشه فوق لیسانس میگیره، میخواد بره آبدارچی یه اداره بشه، اینقدر اینو گزینش بالا پایین میبره تا یه جایی رو خلاصه اینو اشتباه بگیره. آهان تو فلان جا 20 سال پیش سرپا شاشیدی، چون سرپا شاشیدی آقا امام زمان تو از اون بالا دیده با دوربین خودش به خامنه ای، چون زبان خامنه ای زبان خداست دیگه، جاری کرده تو رو رد سلام و پدرتون لعنت با این دروغایی که 45 سال به خورد من و این 85 میلیون جمعیت دادی، 80 میلیون دیگه ناف شما رو حرامزاده ها رو شناختن و زدن، 5 میلیون هنوز گوسفند دارید خوشبختانه، این 5 میلیون گوسفندم تا این انقلاب استارت دوم گام دوم زن زندگی آزادی با شما. بعد همینا میدونی که خطرناکن، اینا فعلا افسارشون دست علی چلاقه، اینها رم بکنن خار مادر این آخوندار صلوات میدن، این 80 میلیون اصلا نمیخواد ورود بکنن. گوش میدی این ببین چی نوشته، سند البسه ایرانی اسلامی با همکاری شورای فرهنگ عمومی کشور تدوین شده و با مشورت صاحب نظران زی
و نمیدونم زی نفعان، حالا صاحب نظران که حداد عادل بافوری، اون این تریاک جان زرورقی کرمان رو میزنه نشعه میکنه، یه دو تا کمپوت آبال بالو و گیلاس و عسل و سرطان رو میخور. آه من دیگه حرفم دیگه خیلی ببخشید، ای کلک دو تا کمپوت گیلاس و عسل و نمیدونم چایی نبات و اینها رو همه رو میزنه باز میکنه، صادق جان باز میکنه، گوش میدی؟ وقتی باز کرد میاد در مورد اینها نظر میده، میگه با مشورت صاحب نظران و زینفخان آماده ارائه به شورای عالی انقلاب فرهنگی که در اوائل سال آینده مسبب خواهد شد. خب یهو دیدی از سال دیگه گفتن که مردا باید لباس خرسی بپوشن، خانوما لباس آهویی بپوشن، نباید شک کرد. اینا اسکولا 85 میلیون مردم رو سرکار گذاشتن، یه مشت گوزیده احمق که تنها چشمشون وا شد حجره رو دیدن و سوراخی رو دیدن و خیاری و گوجه. اینا که دنیا رو ندیدن، تو کتاباشون فقط کمر به پایین، اگر خروس سوار مرغ شود اینجوری، اگر زن بالای شتر به مرد بدهد اینجوری، فقط همین. اگر طبقه بالا خونت اگر ریخت افتادی روی عمت حلاله. به خودت تو کتاب خمینی نوشته. نگاه حالا تو اینو داری میگی، من نزدیک دو ماه تو بازداشتگاه بند امنیتی وزارت اطلاعات بودم، دو ماه. بعد من اونجا اعتراض کردم، گفتم آقا من این چهار دیواری رو اینقدر نگاه کردم دهنم سرویس شده، یه هواخوری هم داشتن، هواخوری نبود، اصلا خیلی کوچیک بود. خب من گفتم آقا من دارم دیوانه میشم. گفت باشه ما برای کتاب میاریم. من فکر کردم الان میرن کتاب کریستوف کلمب و نمیدونم میشل استراگوف و میدونم کتاب بینوایان و جول ورن و فلان و اینا رو میارن. آقا رفتن کتاب 72 گناه یا 42 گناه کشمیشیان رو برای من آوردن، گفتم اینو بخون. اولش کنم خدای آخه من از این کتابا نخوندم، این چیه خوندم فلان. آقا اومدیم یه 10-15 روز اونجا بایستدم، غاد زدم، دیدم همش برای من از آن پخش میکنن، قرآن پخش میکنن. واقعا رفته بودم دیگه تو خلصه، دیگه خیلی نورانی شده بودم. یه روز آمدم تا حالا بخونم ببینم من تو این دورانی که زندگی کردم چند تا گناه کردم کلن. خدا وکیلی کتاب واسه تو فقط ساخته، فکرم واسه تو فقط اینو چاپ کرده بوده. اون کتاب نمیدونم 42 گناه بود یا 72 گناه، 42 گناه بیمان میبودی. من اونو خوندم تازه فهمیدم که 100 تا گناهی که من کردم اونجا ننوشتن، آخونده خیلی پرد بوده. گوش میدی؟ بعد یه روز آمدم، حالا نمیدونم این بنده خدا کوسری کارشناس پرونده من بود، کارمند وزارت اطلاعات اداره کل اطلاعات گیلان بود، این میامد هر وقت به من سر میزد مینوشت امروز چی شد دیروز چی شد فلان. گفتم آقا این کتاب 72 گناهی که به من دادی در از 172 تا گناه. گفت چرا؟ گفتم آقا 100 تا گناه رو من کردم این تو ننوشته. گفت آقا مسخره نکن آقا، زشت آقا، خبردار وایسا آقا. گفتم به خدا جدی میگم، مثلا من این گناه رو کردم اینجا ننوشته. گفت تو دیگه کلن از مرحله پرتی، تو باید بری ناف جهنم. گفتم آقا بی خیال، به جهنم که من میرم جهنم، تمام و هایدو و حبیب و حبیب همه اونجا از صبح تا شبش خواهد برم، مثلا بهشت شما چی بکنم با این بیناموس مصباح یزدی، با اون یکی اسکل نمیدونم کی، با اینا بشینم شما دهن ما رو سرویس میکنید؟ بهتره که با بالا نشسته. دقیقاً خمینی هم اون بالا نشسته، چوب دستش دائما داره فتوا میده، بهتره ما بریم جهنم. حالا کار ندارم، این جهت مزاح من عرض کردم، ولی مسئله اینجا دبیر شورای عالی فرهنگی همه مشکلات مردم رو حل کردن، فقط رسیده در مورد شورت و نمیدونم سوتیان و اینا بی‌ناموسا نظر بدن. حالا درصد مشارکت در آخرین انتخابات مجلس رو میخوام خدمت شما عرض بکنم. امروز بچه ها گذاشتون دیدم خیلی جالبه. نگاه تو ترکیه آخرین انتخابات مجلسی که برگزار شد 87% شرکت کننده داشته، یعنی رأی باطل و بنویسن حلوا شکری گرون شد، نخود آلو گرون شد ننوشتن، واقعا شرکت کردن در ترکیه، دمشون هم گرم، 87% شرکت کردن. این بابا خسته روسیه‌ای که
چندی پیش داد بیچاره این آقای الکسی رو کشتند و فلان و این همه مشکل دارن، در آخرین انتخابات که شرکت کردن مردم 51.7% شرکت کردن. در انگلستانی که جناب آقای خالیبند میشن در موردش داستان داریم، آقایی جان نرید بمونیم، این علی خالیبند میگفت که باعث آبروریزی، باعث سرفکندگیه که 30% بخوان 40% بیان انتخابات شرکت بکنند و فلان، داشت یه جورای متلک به انگلستان و آمریکا میگفت. آخرین انتخاباتی که تو انگلستان برگزار شده این همه هم تعدد احزاب و این همه هم با هم مشکل دارن 67.5% شرکت دارن. آلمان 76، اسرائیل 70، مالزی 74، فرانسه 47، ایتالیا 63. تازه فرانسه 47 47.5 نوشته. میدونی به خاطر چی؟ این چیا بودن؟ زردا بهش چی میگفتن؟ جلیقه زردها. مثلا اون شلوغی ها، بعد کشاورزا. تازه همه این اتفاقات افتاد، قرار بود اصلا حکومت مکرون رو کلن سرنگون بکنن، بازم 47.5% شرکت کردن. ایتالیا 63.9 یعنی 64، آمریکایی که این میگفت فلان 46.6 یعنی 47%، برزیل 79، مکزیک 57، کره جنوبی 66، ایران با کمک عدد سازی، آرای باطله، نمیدونم نخود لوبیا، حلوا شکری شد 41%. تازه اینا خودشون اعلام کردن. خودشون. شما همینو الان 10% خرید رأیشو کم کن، رأیای باطلهشو کم کن، فقط میمونه دوتا آلوی جناب آقای جنتی که تقدیم میکنیم به علی خالیبند. خب بعد همین علی خالیبند رهبر جمهوری اسلامی میگفت ننگ از برای ملتی که در انتخابات آن 40% شرکت کنه. خب ای مافنگی، این مال تو که دیگه، تو آبرو حیثیت ما رو برد دیگه. اینا تازه ما داریم نمیگیم، امروز روزنامه‌های خودتون برگشت گفت که گفتن ها آبروریزی شد، هیچکی رأی نداد. به تنها تیپی هم که رأی دادن رأی اون تمسای یزدی و اینها بوده که رفتن میخوان ببینن مجلس رو. ما بعد از سال جدید داستان داریم صادق، ما بعد از سال جدید باید کتل رو ورداریم هر روز بریم تعزیه. گوش بدی. اما آخرین گزارش هم بگم، خیلی طول کشید امشب، دهنم خوش شد. باش بذار آخری هم بگم. گزارش اینو گوش کنید بینندگان عزیز، این رو گوش کنید. گزارش سازمان ملل تایید میکند که تروریست های اسلامی حماس جنایات جنسی فجیع را علیه زنان، کودکان و مردان اسرائیلی مرتکب شدند. یه گروهی رو سازمان ملل میده که اصلا سازمان ملل غش کرده اون طرف حماس، یعنی طرفدار فلسطین و حماس و علی خالیبند و حسن خرس‌الله و دراز اسد و اینها بود. خب با این حال گفت یه گروه رو میفرستیم تحقیق بکنم این 7 اکتبر واقعا ساختگی بود، درست بود، داستان چی بود. الان اونا رفتن بعد از این چند ماه اومدن گزارش خودشون رو ارائه دادن، این گزارش رو گذاشتن تو خروجی سایتشون، الان برید نگاه بکنید. نوشته گزارش سازمان ملل تایید میکنه که تروریست های اسلامی حماس جنایات جنسی فجیع را علیه زنان، کودکان و مردان اسرائیلی مرتکب شدند، از جمله تجاوز جنسی، تجاوز گروهی، لخت کردن اجساد، بریدن اندامهای تناسلی و سایر جنایات. این گزارش توسط نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد تهیه شده است که به اسرائیل سفر کرده و مدارک و شواهدی را درباره این جنایات حماس در 7 اکتبر جمع‌آوری کرده است. گزارشی که عصر امروز منتشر شد تمام شواهد قطعی از وقوع این جنایات را ارائه می‌دهد. این گزارش همچنین اذعان می‌کند که زنان و مردان ربوده شده اسرائیلی که توسط حماس در نوار غزه بازداشت شدند مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند و خواستار آزادی فوری همه آنها شده. صادق، اینها یه قانون عهد، قانون جزیره آدمخوارا، اصلا عهد دریانوس هم قفل می‌گیم همچین مسئله. اینها یه قانونی دارن، یک زنی رو که گرفتن میگن بر همه ما حلاله، خب که باهاش همخواب بشیم دیگه. ببین از نظر اون، یعنی اون گروگانهایی که الان دست اونها هستن مشخصا زن و دختر، اونها دیگه تا سالیان سال درست بشون نیستن. بعد پدر مادر تو علی خامنه ای ممکنه حامله هم هستن، حالا اون
باز اگر حامله میشد حالا اون دیگه داستان، آقا روزی 20 نفر میان بهش تجاوز بکنن ناخواسته، میدونی به روح و روان، اصلا جسم من کار ندارم، به روح و روان اون طرف چقدر آسیب میرسه. بعد علی خامنه ای بلند میشه میاد میگه که اینها همه بهشتیان هستن. نگاه این بهشتی رو که علی خامنه ای فرزند شیطان بر روی زمین میگه همون جهنمه اگر وجود داشته باشه. من هیچ اعتقادی ندارم، یعنی من در این 45 سال اینقدر کسافتکاری از این رژیم، اولش مسلمان بودم راستش، ولی الان اصلا هیچ اعتقادی ندارم، چندشم میشه، صدای اذان رو میشنوم که الان خوشبختانه نمیشنوم، حالا یک برنامه میذارم یک گزارشی رو میبینم یهو صدای اذان پخش میشه، ناخواسته صادق موهای بدنم سیخ میشه، میگم تا لحظاتی دیگه یکی دیگه از بچه های ما رو قرار اعدام بکنن. منی که بچه بودم در کنار پدرم، پدرم یه حاجی بازاری بود، در کنار ایشون که نماز میخوند با صدای مؤذن زاده قبلش، من لذت میبردم، برام یک خاطراتی بود. اینا ریدن به اعتقادات ما، اینا ریدن به اعتقادات ما صادق، یعنی اینها کاری کردن با اعتقادات مردم، با دین و با خدا و اینها، که مردم ایران الان سنگ رو هم نمیپرستند، نمیپرستند. نمونه زیاد دارم، تو خود فامیل ما کسانی بودن که میگفتن ما باید بریم پشت آخوندا نماز بخونیم، نماز ظهرمون و مغرب و عشا رو باید بریم اونجا، ولی الان فوش میدن به خوار مادر از اون بالا تا پایینشون. خیلی تو خانواده‌ها این مسئله هست، که اینم الان گزارشی بود که دیگه نماینده ویژه خود دبیرکل سازمان ملل رفته بود گفت این اتفاقات افتاده، که مردم باید آگاه باشن، مردم باید بدانن که جمهوری اسحالی وقتی میاد از یحیی سنبار رو از این اراذل اوباش تعریف و جید میکنه، اونها اینجور جانوران وحشتناک و درنده هستن. من در خدمتون هستم. مرسی پیمان عزیز بابت اخباری که گفتی، وقت آنچنانی هم نداریم، سعی بریم سر وقت سوال اول من که خیلی مهمه، صحبتهای علی خالیبند که جدیدن اسمش شده علی خالیبند دیگه، اینو باید جا بندازیم دیگه. علی خالیبند که امروز اومد به بهانه روز درختکاری اومد سه تا نهال کاش، یکی از نهالاشو تقدیم کرد به فلسطین. حالا بماند این همه تو ایران مشکل داریم، سیستان بلوچستان زیر آب هستش، و یکی توی صحبتش هم گفتش که آقا ادامه بدید به کمک به سیل زدگان. ما اصلا هیچ چیزی ندیدیم، هر چی هست این بندگان خدا سوختبران هستش، خود همون اهالی همون شهر و شهرهای دیگه هستن. بعد جالب قضیه نشون میده بهشون بنزین هم نمیدن که حتی کمک رسانی بکنن، تا این حد. بعد شما میای توی برنامه تلویزیونی، تو برنامه خودت میای میگی که آقا که بیاد کمک کنید، ادامه بدید به کمک ها، به کدوم کمک ها؟ این یک طرف، در مورد این میخوام صحبت کنی. و یکی هم تشبیه کرد رأی دادن مردم رو، شکوه عظمت مردم، شکوه رأی دادن مردم رو امروز خیلی داشت تعریف میکرد، بله دمتون گرم و فلان، تعبیرش تعبیر این که این بود جهاد کردید. نمیدونم منظورش از جهاد چیه پیمان، میخوام اینم واسه من توضیح بدید. 15 دقیقه بیشتر فرصت ندید، من سوال زیاد دارم. صادق بذار مشخصا برگشت امروز اینو گفت علی خامنه ای، حضور مردم در انتخابات 1402 یک وظیفه تمدنی و یک جهاد بود. تمدنی میخواد خودش رو وصل بکنه به 2500 سال قبل، بگه این یک مثلا پالسیه که از قبل بوده، همینجور اتوماتیک وار میرن جلو. خب اصلا این یک چرندی بود برگشت گفت، یعنی تمدن تو حرفای این بیگانه بود، اینو ولش کن اصلا در مورد این حرف نزنیم. این که بحث جهاد رو گفت آقای صادق خان، اگر یادتون باشه تو تمام انتخابات ادواری که ما داشتیم، چه ریاست جمهوری، چه همین طویله مجلس، چه هر چیز دیگه، این 24 ساعت بعد، نهایت 48 ساعت بعد می آمدن یه اتاقکی رو براش طراحی می کردن، عکس نمیدونم کیو میذاشتند و فلان و اینها، این میامد چیکار میکرد؟ از مردم تشکر میکرد و یه سری آیات هم بلغور میکرد و تموم میشد میرفت پیکاش. امروز دیدی که کلا نهایت 2-3 دقیقه صحبت کرد در خصوص انتخابات. این که برگشت گفت جهاد معنی خاصی داشت، خاص
یک جورای دل عرازل و اوباش خودش رو به دست بیاره، چون مطمئنن این خبر به دستش رسیده که 6% بیشتر، 6% خالص بیشتر در انتخابات شرکت نکردن، بقیه یا رأیشون رو فروختن یا هم اگر به اجبار اینا رو بردن پای صندوق نوشتن نخود، لوبیا، برنج، روغن، فلان. گوش میدی؟ این در واقع آمد گفت که شما 6% جهاد کردید در راه اسلام، در راه جمهوری اسلامی، در راه علی خامنه ای. خواست دل اونا رو به دست بیاره. این تشکر از مردم نکرد. خب یک جای دیگه برگشت آمد که آره دشمن یک سال بود داشت تلاش میکرد که شما حضور پیدا نکنید، ولی شما حضور چشمگیر پیدا کردید و دشمن شکست خورد. خب این حرفش خیلی احمقانه بود صادق، خیلی احمقانه بود. به همین خدای کنار قلبم، ما اگر تلاش کردیم در این چند ماه این پویش رو راه انداختیم، به همین خدای کنار قلبم دیگه من و تو میدونیم صادق، با همین چند تا بچه هایی که اینجا هستیم، نه از جایی به ما سفارش شد، نه از جایی به ما گفته شد، نه از جایی دستور داشتیم، نه از جایی میلیاردی پول گرفتیم، هیچ. نه ما، نه بقیه بچه ها و کانال های دیگه که ما همه دیدی که توی یه گروه با هم ارتباط داریم، میگیم چی کار بکنیم چی کار نکنیم. به همین خدای کنار قلبم قسم که اگر دروغ میگم تا صبح زنده نمانم، ما هدف ما، مردم عزیز با شما، ما هدف ما فقط سرنگونی رژیم جنایتکار آخوندی بود، به این خاطر که به شما ظلم کردن، سر شما رو کلاه گذاشتن 45 سال از اون خدایی که نه من دیدم نه شما دیدن، شما دیدی، از اون امام میرزاگولی که نه من دیدم نه شما دیدید، اینها فقط به نفع خودشون خرج کردن. ما خواستیم این دفعه حال اینها رو بگیریم، ما خواستیم کاری بکنیم که اینها سرنگون بشن، و چون حرف ما از ته دل ما برآمد و ته دل شما مردم نشست و شما واقعا دیگه آب به آسیاب این حرامزاده ها نریختید، شما با ماهیت کثیف و پلید اینها آشنا شدید. خب و موضوع دوم، مشخصا آمد گفت دشمن ایران یک سال تلاش کردن انتخابات رو از رونق بیاندازند. خب اما مردم همه آمدن شرکت کردن. خدا وکیلی این احمق نیست. شاید این دیگه بهش گفتم پیمان، چون خب همین دیگه نگاه من به شوخی اولش آمدم گفتم که یه دست بیل فرو کرده بودن که یه موقع قش نکنه بیفته. خب الان من در مورد همینم الان به شما میگم، امروز این آقای دکتر خوشگل ما امروز چی برگشت گفت؟ چون ریش میذاره بهش میگم خوشگلم، چون خوشگلم نیست اصلا به حضور شما. بله تو اینو مهندسیش که امروز هم سپا اینو ورش داشت آورد جلو، گفت آقا اینا رو بگو، اینایی که ما برات نوشتیم و برگرد بگو. آقا ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه دارن میگن انتخابات امسال وضعیتش خراب بود، حتی خودی ها، حتی خودی ها دیگه امروز کلی نماینده های مجلس و جعفرزاده و فلاحت پیشه و صادقی و نمیدونم کی و کی و کی، از اونا گرفته تا روزنامه اعتماد و جمهوری اسلامی، اینا دیگه مال خودتونن، خبر فوری و کوفت و زهرمان. برگشتن گفتن مشارکت صفر بود. خب وقتی اینا میگن مشارکت صفر بود، رهبر شما میاد میگه مشارکت عالی بود، یعنی رهبر شما اسکله، یعنی رهبر شما رو یا اسکل کردن یا احمقه، نمیفهمه، از این دو حالت خارج نیست. بعد امروز جالبه، ما برگشتیم گفتیم آه این چرا سر جنازه امام کاشانی این احمق نرفت، به جاش اون میرطاهر رو فرستادن. امروز این دکتر خوشتیپ ما حرفای جالبی زد، گفت آقا پیمان داری صحبت، صحبتاشو چند بار گوش دادم که الان اومدم دارم حرف میزنم، گفت صورتشو زوم کن، من میخوام یه سری چیزها، حالا ما پزشکی خوندیم، آناتومی خوندیم، چی خوندیم میخوام بهت بگم. آقا ما صورتشو زوم کردیم، گفتم حالا بگو. گفت این چند بار در ثانیه که داره حرف میزنه اینجوری میکنه. گفتم خوشحالم عادتت چه؟ گفت نه عزیز من، این دوز قرص هایی که قرص های مسکنیه که بهش زدن یا خورده باعث خوش شدن آب بدنش شده، این باید به لحظه آب بخوره، یعنی همین 2-3 دقیقه هم که جلوی دوربین بود اوضاعش بیریخ بود، مرده متحرک بود. این اشاره رو من نمیدونستم، این آقا رشته تخصصی پزشکی خونده برگشت به من گفت.
خب بدنش خشکه، آب نداره، به خاطر دوز بالاییه که بهش زدن، یعنی آمپولایی رو که بهش زدن بتونن بهش انرژی بدن این چند دقیقه بیاد حرف بزنه. بعد برگشت که آقا پیمان تصویر سال گذشته شو بیار با تصویر الانشو بیار. ما رفتیم گشتیم یه تصویر سال گذشته شو که عکس گرفته اون آوردیم کنار تصویر امروزش، گفت چی میبینی؟ گفتم تصویر سال گذشتهش انگار نورانی تره، الان مثلا تاریک تره. گفت نه آقا پیمان، الان چهرهش کبوده. گفتم خب کبوده یعنی چی؟ گفت این کبوده یعنی نارسایی داره، نارسایی کلیوی داره، اصلا این چیزهایی به من گفت من پشمام ریخت. گفت این کمبود خون داره، دور لبشو نگاه کن، زردیشو نگاه بکن، چش از آقا کوری طوری گفتم خب همچی بگوی مرده است. در واقع این مرده است، این شخص مرده است. اینو آوردن جلوی دوربین، اینو کلن با دوز بالا نگرش داشتن. خب بعد یه همچین اسکلی رو که اسکلتش رو برمیدارن بیارن، من چرا باید به عنوان یک رهبر قبولش بکنم؟ من چرا باید حرف یک نفر رو که 45 سال ما رو به خاک سیاه نشون رو به عنوان رهبر قبول بکنم؟ مگه همین اسکلی نیست که سال پیش آمد گفت برید پولاتون رو همه رو بریزی تو بورس، رونق اقتصادی بشه و فلان، همه هم سود میبرید. همه کسایی که رفتن تو بورس ثبت نام کردن به خاک سیاه نشوندن آقا صادق، همه بدبخت شدن. این تا حالا کدوم حرفش درست بوده؟ تمام رؤسای جمهور از هاشمی رفسنجانی گرفته، از خاتمی گرفته، از مموتی گرفته، از هر اسکلی تا به این بی سواد گرفته، هر کی اولش آمد این گفت نظر من بوده، نظر من به نظر ایشون نزدیک داره. ولی 8 سالش تموم شد زد خوار مادر طرف رو استاد کرد. هاشمی رو که تو استخ سرشو کرد زیر آ، خاتمی رو کلا خونه نشین کرد، الان کارش به جای رسیده میره عقد میکنه، پول میگیره، دختر و پسر رو میارن، حالا چون رئیس جمهور بوده لول بالاتر، از قیمت بالاتر، کارش شده رایم نداده. مموتی که دیگه ببین کار به کجا رسیده، دیگه الان رفته تو تخصص ژل و بوتاکس و موتاکس و اینجور داستانا، تبلیغات بوتاکس میکنه. چرا ما باید حرف یک همچین شخصی رو قبول بکنیم؟ و بعد امروز آمد بلند شد جلوی همه، جلوی همه دروغ گفت. وقتی آقا جان ما همه میدونیم واقعیت چیه، تو بلند شدی آمدی میگی مشارکت آنقدر خوب بود که دشمن نگران شد، دشمن فلان شد. دشمن اصلی ما از اول گفتیم بله دشمن واقعا نگران شد، چون مشارکت پایین بود دشمن واقعا نگران شد. ولی دشمن ایران و ایرانی کیه؟ خود توی علی خامنه ای. تو واقعا نگرانی، امروز اصلا حال نداشتی داشتی صحبت میکردی. از نوی حرفش صدا رو نگاه بکنی، امروز اصلا تلمبه میزد حرف میزد. این طرف مرده متحرکه، حالا شایدم بخوان اینا خراب بکنن عید ما رو، یهو بیان بگن علی خامنه‌ای مرد عزای عمومی. خب ما برای همون داشتم برنامه داریم، ما به زودی مجموعه برنامه های مجتبی خامنه‌ای رو پخش میکنیم. آیه برادران آقا میخواستم بگم صادق، دیدم صادق خودش منتاجش داره میزنه. ما به زودی مجموعه برنامه های مجتبی خامنه‌ای رو پخش میکنیم که مردم بفهمن مجتبی خامنه‌ای باید بیاد اینجا بشینه بشه رهبر مردم ایران. برای اونم ما داستان داریم، نگران نباشید. مگر اینکه سپاه تا الان مهندسی کرده اینو اسکلش کرد دیگه، 4 ماه اینو آورد جلوی دوربین، انقدر این بیچاره آمد گفت رای بدید بدید بدید، هیچ که به تخمش حساب نکرد. الانم امروز آمد نمیخواست حرف بزنه، اینو مجبورش کردن، گوش بدید، مجبورش کردن دیگه. سیماش و لبش و همه چیز این دوستان عزیز ما دیگه اینجا نشستن اینو آنالیزش کردن، گفتن این دیگه به درد در رهبری، به درد زنش دیگه جمعه هم نمیخوره، تا برسه حالا به درد مردم. ما در خدمتتون هستیم. بله صحبتات خیلی خوب بود پیمان، زیاد وقت نداریم، میخوام در مورد انتخابات آمریکا بگی، چون خیلی تاثیر داره توی روند انقلابمون با اومدن ترامپ، 100% تاثیر داره. و اینکه دیروز گفته که ترامپ توی واشنگتن به هیلی باخت، میخوام ببینم که این داستانش چی میشه و این دموکرات ها کی رقابت های اصلیشون شروع میشه. دموکرات ها که نه، جمهوری خواه با دموکرات ها. آره جمهوری خواه با دموکرات. نه کن یه چیزی رو من الان بگم خیالتون جمعی، تا فردا تکلیف مشخص میشه. حالا این آمد تو واشنگتن، من دیروزم توضیح دادم چرا و فلان، اینا دیگه بماند بید برنامه قبلی رو نگاه بکنید. اما
فردا قراره تو آمریکا یک اتفاقی رخ بده و اون اتفاق حداقل فکر کنم تا اونجایی که من میدونم تو 15 تا ایالت قرار رأی گیری بشه جمهوری خواه، اونجا دیگه تکلیف مشخص میشه. من با ضرس قاطع، حالا دارم میگم با ضرس قاطع، تا پری روز من نگران بودم به خاطر اینکه رأی دیوان عالی کشور نیومده بود که بگن آهی میتونه بیاد شرکت. من همش احساس کردم میخواستن یه رکب بزنن، ولی دیدم با قاطعیت اومدن بهش رأی دادن و گفتن اون ایالت کلرادو برای خودش غلط کرده، گفته که ما اسم ترامپ رو نمیدونم از روی سلیستا بر میداریم، نمیتونن مردم بهش رأی بدن. گفت نه، ما دیوان عالی کشور هستیم، ما تصمیم میگیریم. 9 تا قاضی هم هر 9 تا هم گفتن میتونه بیاد و اسمش هم تو تمام سربرکا تو کل ایالت های آمریکا خورده میشه، دمشون هم گرم. اینجا خیال من جمع شد، فردا 15 تا ایالت رأی گیری میکنن که همشون هم جمهوری خواه رأی گیری میکنن کی بشه. من الان همین الان به شما میگم پیروزی با آقای ترامپ دیگه. اونجا خانم هلی یا باید بخواب یا باید باش توضیح بدیم بهش که آقا دیگه شاخو بکش برو کنار، فردا باید استعفا بده. وقتی ایشون استعفا داد دیگه هم ترامپ و همون گروه ستادیش و نمیدونم گروه های تبلیغاتیش دیگه این هزینه هایی که الان دارن الکی میکنن، جمهوری خواه با جمهوری خواه داره چی میگن یه جوری تنه به تنه میزنه، مبارزه انتخاباتی میکنن و اینو دیگه برن کنار دیگه. از اون از فردا به بعد دیگه ترامپ بدونه که باید با دموکرات ها مبارزه انتخاباتی بکنه که در نهایت، حالا که تا به اینجا رسید، من خدمت شما عرض میکنم که ترامپ شک نداشته باشه که رئیس جمهور آینده ایالات متحده آمریکاست. پیمان تو 2 دقیقه باقی مانده در مورد حکمی که دیروز گذاشتی بازم تو ولکن نیستی، اون 2 دقیقه آخر هم میخوای بچلونی. در مورد حکمی که دیروز گذاشتی، دیشب گذاشتی، خیلی دوباره از من پرسیدن که آقا حکم سقطی چی شد. اینو یه بار دیگه هم ببخشی، من میدونم چندین بار توضیح دادی، ولی خب بینندگان ما حق دارن، همیشه حق با بینندگان ماست. نگاه، من دیروز توضیح دادم که گفتم که سقطی 7 سال زندانی براش خورده. سقطی اون کسی رو که جابیج کرده بود 5 سال بیچاره اون شده، یه 60 ضربه شلاق هم براش داده، بیچاره هم داد هم داره میخوره. من نمیدونم داستان چیه. حالا آره، سقطی 7 سال کلن محروم، انفصال از خدمت فلان بسار اینها. عرضم به حضور شما اون تبریزی هم که داده بود 5 سال، رئیس سازمان اطلاعات سپاه که این کل تشکیلات و برنامه‌ریزی کرده بود جناب آقای سیف، اونم 5 سال، پسر سردار عبدالله‌پور فرمانده سپاه قدس اونم 10 سال، اون پرستو 3 سال، 40 میلیون تومن یا 60 میلیون تومن هم جزای نقدی، بقیه هم همه نمیدونم دیگه از 1 سال و 6 ماه و اینها، برای همه شون این حکم خورده شد. بیمان آخر برنامه با یه خود خندش تموم کنیم، این که جمهوری اسلامی وقتی سارقین رو میگیره حکمشون قطع انگشتانه. خب من میگم واسه این سقطی نمیتونن قطع اون جایی که باش اون انجام داده در نظر بگیرم، خیلی خوب میشه. نگاه، سقطی اون هیکل رو دیده بودید دیگه، چه هیکلی داشت، چه ریش پشمی داشت، فلانی داشت و اینها. الان اگر ببینیدش نمیشناسینش، نست اون شده. صادق براش اصلا این زندان و پندان و اینا دیگه مهم نیست. خیلی هم میدونن من چی دارم میگم. از نظر شخصیتی شکسته شد. اون آدم دیگه آدم بشو نیست. البته نه تقصیر من بود، نه تقصیر شما بود، نه تقصیر مردم. خود کرده را تدبیر نیست. من میگم که اینجوری خود قطع کنه خیلی خوب میشه. مرسی از اینکه با ما بودید، ممنون از همتون که تا آخر برنامه با ما بودید، مرسی از پیمان عزیز که امشب هم منو دعوت کرد. خیلی خوشحال شدم از اینکه امشب هم در خدمت شما بودم. ما فردشا هم در خدمت شما هستیم. شیمی جان رو ببینم، مراقب شما باشید. تا درودی دیگر بدرود.